اوکی. اشرت بت میخائیل. اشرت 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 بت میخائیل. روحش میتونی هنه بغنینه. خوابون. خداوند همونطوری که گفته بود سارا را مورد تصور قرار داد و خدا همونطوری که صحبت کرده بود برای سارا عمل کرد. سارا باردار شد و در همه موردی که خداوند به ابراهام گفته بود در زمان پیری ابراهام برای پسر زایید. ابراهام پسر متولد شده را که سارا برای زایده بود اسحاق نام نهاد. ابراهام همونطوری که خداوند به او گفته بود اسحاق پسر خود را 18 ختنه کرد. ابراهام موقعی که اسحاق پسرش برای او متولد شده بود 100 ساله بود. سارا گفت خداوند برایم وسیله خنده درست کرده اید. هر کس میشنود و میخواهد میخندد. سارا گفت در حالی که در سن پیری ابراهام برایش پسری زاییدم کسی به او مژده میدهد که سارا به فرزندان سایرین هم از پرشیری شیر داده است. آن پسر بچه بزرگ گشت، از شیر باز گرفته شد و ابراهام در روز از شیر باز گرفتنش عیسی ضیافت بزرگی ترتیب داد. خب فعلا یه کمی توضیح بدیم. دیروز گفتیم که کی هاشم بالاخره به ابراهام پسر، یعنی از سارا و ابراهام پسر میده، بعد از اینکه ابراهام برای ابیملخ تفیلا خوند. گفتیم دیروز که ابیملخ بعد از اینکه سارا را گرفت فکر کرد خواهر ابراهام و فهمید که واقعا زن ابراهامه و هاشم که چیکار کرد؟ ابیملخ و تمام خانواده شا تنبیه کرد، یعنی یه مریضی فرستاد بهشون که مثلا نمیتونن بچه دار بشن اون چیزا. و وقتی که بالاخره ابیملخ سارا را پس داد به ابراهام و یعنی به اصطلاح سلو صفا شد اون چیزا، ابیملخ هم یه هدیه داد، گفتیم پولم داد به سارا. و آخرش ابراهام وقتی دید که این ابیملخ و خانوادش و اینا مریض شده بودن، ابراهام تفیلا میخونه که هاشم اونا رو خوب کنه که بتونن بچه دار بشن. و گفتیم چون که ابراهام تفیلا خوند که اونا بچه دار بشن، هاشم به ابراهام بچه داد. که ما گفتیم از یاد میگیریم که کسی که برای یه نفر دیگه تفیلا میخونه برای یه موضوع، هاشم حتی زودتر به خود اونی که تفیلا خوند به اون میده. مثلا اینجا به ابراهام فوری پسر به ابراهام سر یه بچه داد. سو میدونیم که سه تا زن بودن که روز روش هشانا اینا به اصطلاح یا حامله میشن یا حداقل مثلا زخوتشون میاد بالا که بالاخره بعد از چندین سال که بچه نداشتن حامله بشن. یکی همین ساراست که به خاطر اینا که میخونیم بچه فقط سارا روز اول روش هشانا، چون که سارا یکی از زنهای بود که روز روش هشانا بود. و همینطور کی دیگه بود؟ راحل هم بود. راحل و حنا، این سه تا زن در بعض چندین سالی که بچه داشتن بالاخره هاشم تفیلاشون رو مقابل میکنه و مثلا روز روش هشانا بود که حامله میشن. حالا میگه که چی؟ که ابراهام وقتی که یسحاق یعنی روز هشتم بعد از اینکه دنیا اومد، ابراهام بریت میلا انجام میده، چون که هاشم میدونیم توی پارشای قبل آخر پارشای لخ لخا هاشم به ابراهام دستور میده که هر پسری که به دنیا میاد توی خانوادش روز هشتم بستی میتونه انجام بدم. حالا جالب اینجاست که میدونیم که یکی از تنها میتوایی که یعنی از شبات هم بالاتره همون بریت میلا است، که اگرم پسر روز شبات هم بدون بیاد روز شبات انجام میدن. ولی که مرا توضیح میده هم حلقه توضیح میده که این به شرطی که اولا این وقتی که زن این فارغ میشه طبیعی باشه. اگر مثلا سزاریان بود روز شبات هم به دنیا تازه حتی روز شبات دنیا اومد بریت میلا روز شبات نمی کنن بریت میلا، روز یک شنبه. یا اگر فرض کنیم روز هشتم نیست، مثلا روز چهارشنبه دنیا اومد، روز چهارشنبه هفته بعد کمی ضعیف بود یا یه چیزی بود نمیتونست،
و روز شبات خوب میشه، میگن خب الان میتونیم، ولی چون که روز هشتم نیست اون هم روز شبات میتونه انجام، فقط روز هشتم و اگر طبیعی باشه. همین اگر روز هشتم نیست، مثلا روز هشتم نمیتونستن، مثلا ضعیف بود یا هرچی، و اگرم گفتیم مثلا روز چهارشنبه خوب بود انجام میدم نکردن، وایسادن که خوب بشه، روز شبات خوب شد، آیا میتونن روز شبات انجام بدن؟ نه چون که روز هشتم، روز یک شنبه عجله نیست. آره چون که روز هشتم نیست، فقط روز هشتم میتونن روز شب. آره همین. و همینطور یه چیز حلقای دیگه هم هست جالب، میدونیم یه زمانی هست میگیم بهش بن هشما شد، بن هشما شد یعنی نه کاملا روز، نه کاملا شب. یعنی چی؟ ما میدونیم روز شب که یعنی بعد وقتی غروب میشه، مثلا امروز فرض کنیم غروب ساعت 4:53 دقیقه بود مثلا تقریبا، بعد از 4:53 دقیقه در 20 دقیقه یا نیم ساعت، حالا بستگی داره، فرض کنیم تا نیم ساعت بعد از غروب یه حالت روز داره، یه حالت شب داره، هنوز کاملا شب نشد، هنوز هم شب کاملا شروع نشد، بهش میگن بنشما شد. تو این زمان بنشما شد ما مثلا امروز سه شنبه بود، امشب هم چهارشنبه است، حالا بین تو اون نیم ساعت بعد از غروب هم، یعنی نمیدونیم آیا این هنوز جزء سه شنبه است یا جزء چهارشنبه است. اگر پسری امشب ساعت 5، یعنی یه ساعت پیش، تا ساعت 5 یا 5:10 دقیقه به دنیا بیاد، این نمیدونیم کی دنیا اومد، کدوم روز، بنابراین میلاش کیه؟ اگر امشب ساعت 5 بدون اومد، هفته دیگه روز چهارشنبه میکنن، چون که شاید چهارشنبه حساب شد بعد از غروب، شک داریم همیشه میریم روز بعد. همینطور روز جمعه بعد از ظهر اگر بین غروب و شب، یعنی همون نیم ساعت بعد از یا 20 دقیقه بعد از غروب بچه بدونه بیاد، این نه روز جمعه میلاش میکنن نه روز شبات، چون که شبات هم شاید روز هشتم نیست، شبات شاید روز نهم باشه، چون که نمیدونیم کی بدونیم جمعه یا شبات، بنابراین میلاش که یک شنبه. پس فقط اگر بعد از اینکه ستاره در اومدن شب شبات، مثلا بعد از نیم ساعت بعد از غروب به دنیا بیاد بچه، اون موقع روز شبات انجام میدن، ولی اگر بین غروب و همون 20 دقیقه بعد از تو اون 20 دقیقه اول به دنیا بیاد یا نیم ساعت، اونم میلاش میره. نه چون که بعد از جمعه خیلی میگه، آره چون که بعد از غروب بود، پس بعد از غروب شاید دیگه جمعه نیست، پس نمیدونن جمعه کنن، چون که جمعه شاید روز هفتمه، شبات هم نمیتونن چون که شاید روز نهم باشه، چون که شاید وقتی که بدونیم هنوز جمعه بود، چون که نمیدونیم جمعه است یا شباته، نه جمعه میشه نه شبات میشه، میفته روز یک شنبه، اگر این یک شنبه یوم تو بود میفته تا بعد از یوم تو. پس این بعضی از هلاخوت بیت میلاس. حالا اینجا میگه که ابراهام 100 سالش بود وقتی که اسحاق به دنیا میاد، میدونیم سارا هم 90 سالش بود. میگن اسم اسحاق اشاره است به سن پدر مادرش، یعنی میگن یود، اولا یود میشه ده فرمان، چون که بالاخره نسل اسحاق میرسن به ده فرمان، سادی میشه 90، یعنی سن مادرش که 90 سالش بود وقتی اسحاق بود، هتم میشه 8 که میشه 8 روز، که روز هشتم اسحاق بریت میلا گرفت، و قوف هم میشه 100 که میشه سن ابراهام وقتی که اسحاق بود. این حرفای اسحاق اشاره است به این. میدونیم که اسحاق یکی از تنها کسی که توی تورا میبینیم که هشم خودش اسم انتخاب کرد، هشم به ابراهام گفت اسمش را بذارین اسحاق. یشمائل هم جالبه که میدونیم یشمائل هم هشم، یعنی ملاخ به هاگار گفت که اسمش را بزنی یشمائل، چون که هشم شنید به صورت تفیلایی که خوندی. یکی هم بعضی میگن یعقوب، هم بعضی میگن وقتی که تورا میگه الکن میگه و اقرا شما یعقوب، نمیگه کی صدا کرد، معنی سادش یعنی اسحاق، و بعضی میگن هشم خودش اسمش را گذاشته
یعقوب. پس این بعضی از میگن یتحاق هشت برابر اسم یودکه وابکه، یعنی یتحاق میشه دویست و هشت، یعنی یودکه وابکه میشه 26. 26 تایمز هشت میشه یتحاق. میگن یوسف 156 میشه 6 برابر یودکه وابکه 156. یعقوب هم میشه 182، 7 برابر یودکه وابکه. یتحاق هم 8 برابر. اوکی دیگه میگه ابراهام هم یک بسیار سودا جشن گرفت موقعی که یسحاق، طبق معنی ساده پاسوق، موقعی که یسحاق 2 سال شد یا 3 سال شد که دیگه لازم نبود از مادر شیر بخوره، یعنی یکم بزرگتر شد، براش جشن گرفت. ولی بعضی میگن نه، این موقع بریت میلا بود که این سودا رو گرفت. بعضی میگن موقعی که فهم بر میسوا شد. اوکی حالا هی گامل یعنی هی گیمل، هی میشه 5، گیمل میشه 3، میشه با هم 8. اوکی بخوابد. پاسخ 9. سارا پسر هاگار مصری را که هاگار برای ابراهام زایده بود دید که شوخی زننده میکنند. سارا به ابراهام گفت این کنیز و پسرش را بیرون کن، زیرا پسر این کنیز با وجود پسرم عیسی ارث خواهد برد. این موضوع به نظر ابراهام در مورد پسرش بسیار بد آمد. بله. خداوند به ابراهام گفت در مورد آن کودک نوجوان و در مورد کنیزت به نظرت بد نیاید، آنچه سارا به تو بگوید حرفش رو بشنو، زیرا که اسحاق نسل تو خوانده خواهد شد. چون پسر این کنیز هم نسل توست، او را هم به قومی مبدل خواهم نمود. ابراهام بامدادان سرخیزی کرد، خوراک و مشکی آب برداشت، به هاگار داد، پسر بچه را بر دوشش نهاد و روانش کرد. پس رفت در بیابان برشه و راه را گم کرد. آن مشک آب تمام شد، پسر بچه را زیر یکی از بوته‌ها انداخت. هاگار رفت طرف مقابل، دورتر به فاصله تیررس کمان نشست، زیرا گفت مرگ پسر بچه را نبینم. طرف مقابل نشست و صدایش را بلند کرد، گریه کرد. خداوند صدای آن جوان را شنید. فرشته خداوند از آسمان به هاگار ندا داد و به او گفت تو را چه می شود هاگار؟ نترس، زیرا خداوند صدای اون کودک تو را از همون جایی که هست شنید. برخیز کودک را بلند کن، با تواناییت از او نگهداری کن، زیرا به قوم بزرگ مبدل خواهم نمود. توضیح نداری؟ آره بخواهی سه تا پاسخ دیگه بخونیم. خداوند چشمان او هاگار را گشود، چاه آب دید، رفت مشک آب را پر کرد و نوجوان را آب داد. خداوند با اون نوجوان بود، او بزرگ شد، در اون بیابان ساکن شده، تیرانداز کردیم. در صحرای پاران ساکن شد و مادرش از سرزمین مصر برای او زنید. اوکی، سو اینجا یکی از داستانه که بعضی ها نمیفهمن خوب چی شد که اینجا ترا میگه که سارا بعد از یه مدتی میبینه که یشمائل کارهای بعد انجام میده. الان تو را فقط میگه متسحق، مثلا غنی میشن مثلا میخنده و از مسخره. ولی راشی میگه بعضی وقت تو را همیشه توی تو را کتبی توضیح نمیده. از مدراش میاره که یشمائل هم داشت بت پرستی میکرد، هم داشت کارهای مثلا زنا میکرد، کارهای بد و این چیزا، و همینطور مثلا میخواست آدم کش بود حتی. یعنی کارهای آبونای خیلی سنگین میکرد و بنابراین سارا گفت که این که پس این یشمائل که نمیتونه پیش ما باشه، برای یسحاق خیلی بده، یسحاق از اون یاد میگیره این چیزا، شاید هم یشمائل میخواد یسحاق بکشه که نمیخواد مثلا یسحاق ارث ببره این چیزا. بنابراین به ابراهام گفت این هم مادرشا و هم پسرش، هم یشمائل و هاگار دوتاشونا لطفاً بیرون کنین از خونه من. میگه وقتی که ابراهام اینو شنید، ابراهام ناراحت شد. فوری هاشم به ابراهام میگه ناراحت نشو. چرا؟ میگه اولا کل اشر تمر الخا سارا شما بقولا، هر چی که سارا بهت گفت گوش کن. از اینجا چی یاد میگیریم؟ که سارا از یه نظر از ابراهام هم بالاتر بود، یعنی از نظر نبوه روح خودش. میگه اگر سارا گفت یعنی خوب گفت، و واقعا یشمائل خوب نیست اینجا باشه، ولی هنوزم هاشم میگه نترس، من یشمائل هم بزرگ میکنم، اون قوم
زیاد میشه این چیزا، ولی اینجا نوسی باشه. سارا درست گفت، اگه اینجا باشه شاید یه چیزی بعدی به اسحاق میشه. بنابراین گوش کن و اونا رو بفرست بیرون. و این میگه که ابراهام حتی که سختش بود، واقعا هم اینا میگن شاید یکی از 10 تا امتحانی که ابراهام داشت این بود که حتی که سخت بشه، این بالاخره پسرشه. بعدا میبینیم که هاشم به ابراهام میگه پسرت که دوست داری بیاره عقیدا، اول از ابراهام گفت من دو تا پسر دارم که دوست دارم، هم اسحاق هم ایشمعیل، کدومشا؟ گفت نه اسحاق. پس واقعا ابراهام هم ایشمعیل خیلی دوست داشت، آخرش هم ایشمعیل تشوبا میکنه آخر زندگیش. ولی میگه حتی که سختش بود، میگه ویشکم ابراهام با بوقه، ابراهام صبح زود بلند میشه که حرف هاشم انجام، حتی که خیلی سخت برای ولی صبح زود پا میشه که میسای هاشم انجام بده. ابراهام همیشه نشون میداد که حتی موقعی که سختش بود عجله معطل نمیکرد میسارا، مثل چی؟ مثل عقیدت اسحاق. اونجا میگه ویشکم ابراهام با بوقه، ابراهام میخواد بره اسحاق عقیده ببره، میگه صبح زود، حالا فرض کنیم میتونست کمی شاید بیشتر بخوابه، بالاخره یکم بیشتر با اسحاق، نه صبح زود، چون که ابراهام همیشه هر چی هاشم میگفت انجام میداد با علاقه حتی و با خوشحالی، حتی هم سختش بود. میگه یک مثلا یک کمی آب و یک کمی نونا میگیره میده به هاگارو و تازه میگه بچه رو میذاره روی شونه مادر، یعنی نشون میده که مادر خیلی قوی بود، چون که این پسره که حداقل شاید 15-16 سالشه، حالا چجوری اینا گرفت چجوری بغلش کرد، شاید هاگر هم خیلی زن بزرگ و چیز بود. آره میگفتیم که این هاگر دختر پرعو بود، از اونجا اومد پیش اینا. ولی حقایم توضیح میدن چرا مگر نمیتونست ایشمعیل خودش راه بره، چرا خوب بود بذاره جی؟ میگن چون که این ایشمعیل مریض میشه همون قبل از این که بره بیرون. چرا مریض میشه؟ سارا وقتی که عصبانی میشه روی ایشمعیل، یه عینها رو میذاره روی ایشمعیل، ایشمعیل مریض میشه، ضعیف میشه. میگن که سارا یه قدرتی داشت که اگر به کسی بد نگاه میکرد این خاصشون هم فوری چیز میشه. مثل کی؟ بعضی میگن هاگار وقتی که حامله میشه دفعه اول و سارا یه کمی ناراحت میشه چرا هاگار داره بی‌احترامی میکنه، اونجا هم میگن سارا ناراحت میشه اونم عینها رو میذاره. میگن طبق راشی اون بچه‌ای که اول توی شکم هاگار بود اونم میندازه، یعنی اون میمیره، اون بچه اون نمیمونه. بعدن دوباره هاگار حامله میشه و ایشمعیل از اون دفعه دوم به دنیا میدونم میاد. anyways از نتیجه میگیم که ایشمعیل نخست‌زاده نیست، همین یعنی اولین نطفه مال که آره یعنی نبود، ولی البته اول زاد از نظر که اولین پسر که دنیا اومد. حالا چون که مریض شد و مریض بود و مثلا تب داشت، به خاطر این آب خیلی زود تموم شد، چون که این خوب هی آب بخوره، ابراهام بهشون آب داد، ولی چون که مریض بود هی آب میخورد و دیگه آب تموم شد. توی بیابون بودن دیگه و دیگه هاگر گفت من چیکار کنم، آبم نیست، اینم داره میمیره، این پسر میذاره زیر یکی از مثلا درخت‌ها یا یه جایی و شروع میکنه گریه کردن. میگن هاگار اینجا خوب بودی کمی ایمان بیشتر داشته باشه که بدون هاشم گفت، خود ملاخ به هاگار حرف زد، گفت نترس نسلت زیاد میکنم، این اون اینی کمی خوب بود ایمانش بیشتر باشه که اینقدر ناامید نشه و بذاره و بره یه جای دیگه و رفت اصلا دور شد که میگفت نمیخوام ببینم این که میمیره. شروع که به گریه کردن. میگه چی؟ یه ملاخی اومد به هاگار گفت نترس. هاشم صدای کی را شنید؟ صدای اون پسرتا اون جوون. حالا یعنی ایشمعیل داشتم تفیلا میخوند. میگه توی تورا با اشر هوشام، از جایی که هست، از اون جایی که اون جوون هست هاشم صداش شنید. یعنی چی از جایی که هست؟ با اشر هوشام میگن، میدراش میگه ایشمعیل داشت تفیلا میخوند، هاشم من نجات بده، من نظر من اینجا بمیرم. میگه ملاخیم به هاشم گفتن اینا نه بس اینا نجات بدی، این تفلش را قبول نکن. چرا؟ چون بعدا نسل ایشمعیل میاد و امیسرائیل را میکشن و نمیدونم چی کارهای میکنن. موقعی که از ارسیسرائیل دفعه اول میرن به طرف بابل، گمارا میگه چی کار کردن و
anyways خیلی چیزای بد کردن، اذیت کردن و باعث شدن که خیلی خاص شدن فوت کنن. اسرائیل خیلی تشنه بودن، اینا به جای اینکه بهشون آب بدن یه چیز دیگه میدن و چیزا که anyway so میگه این میخواد نجات بده اینا که بعدن این نسل این میخواد. هاشم گفت من یه سوال دارم، آیا الان اشمال خوبه یا بده نسبتاً؟ یعنی الان زخوت داره که من تیفش اقعه بکنم؟ گفتن آره، الان هنوز انقدر بد نیست. گفت اگر الان انقدر بد نیست من طبق الان میرم، یعنی چون که الان زخوت داره که تیفش اقعه بکنم من تیفش اقعه میکنم، حتی که بعدن هم بد میشه یا نسلش من طبق اون قضاوت نمی کنم. یعنی میگن از اینجا هاشم روز روششانه، مثلا روز روششانه، اگر روز روششانه آدم بگه هاشم من ما تشوا میکنیم، سعی میکنیم خوب باشیم، حتی قبلا هم آدم بد بود، یا شاید هم آینده هم خواستون بد بشه، هاشم نمیگه او چون که بعدن بد میشه الان بد به بدی قضاوت. هر طبق اون درجه که همین اون موقع هست طبق اون هاشم میخواد بکنه. پس اینجا هم اشمعیل به خاطر اینکه الان انقدر بد نبود هاشم تشویقش قبول میکنه و فوری ملاخ میاد به شاگرد میگه نترس، بلند شو و این دست جوان رو بگیر و این خوب میشه و نسلش این قوم بزرگ 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 میشه بالاخره. هاشم سو میگه یه دفعه هاگار چشمش رو باز میکنه، میبینه یه چشم آب اونجا هست، یا یه مثلا به ارمایم یه چای آب. خب اون چای آب آیا الان اومد اونجا یعنی معجزه آسا یا همیشه بود؟ بعضی میگن همیشه بود، ولی از بس که هاگار ناراحت بود و ناامید شده بود اصلا نگاهم نمی کرد که آیا پیدا کنه. یعنی نشون میده که بعض وقتا نجات جلوی چشممونه، ولی از بس که ما ناراحت هستیم ناامید هستیم خشنم نمی بینیم جلوی چشممون. بعضی میگن که اینم جلوی چشم شد ولی ندید چون که ناامید بود، یعنی چیز شد بود. سو تا که اینا چشم رو باز میکنه، هاشم چشم رو باز میکنه و اینا میبینه آب میگیره، میره به اشمعیل میده، اشمعیل قوی میشه و خوب میشه و بالاخره اشمعیل بزرگ میشه. میگه که توی بیابون بزرگ میشه، چی میگن رو به قشات میشه، تیر میناختیم چیزا و بالاخره میگه وقتی که موقع ازدواج شد مادرش از کجا براش زن پیدا میکنه؟ از مصر. چرا از مصر؟ چون که گفتیم هاگار از کجا بود؟ هاگار هم از مصر بود، دختر پرعو. از جایان میگیریم که همیشه کسی که از یه کشور میره بیرون بالاخره شاید نسلش برگرده اونجا. اینم زنش از مصر بود. ولی anyways میگن یه سگولا هست، کسی که یه چیز گم کرد اگر این پاسوق بخونه میگن میتونه پیداش کنه، چون که میگه هاشم چشم هاگارا باز کرد و این چای آبا دید. اینم کسی که میگه عمر بی بنیامین رو ببینم این گفت هکل به حزقت سومین، هیچ کسی نمیتونه چی رو پیدا کنه انچه قادش برو خوب میتونه تا که هاشم چشماشو باز کنه. یعنی هر چی که ما میبینیم و پیدا میکنیم به خاطر هاشم که باز میکنه. از اینجا یاد میگیریم که هاشم چشم هاگار رو باز کرد و اون چای آبا دید و همین که به خاطر این پاسوق چنده؟ فصل چنده؟ این فصل 21 توی سفر برشید توی پارشه ویرا فصل 21 پاسوق 19. اگر این آدم بخونه میگن میتونه کمک کنه، مثلا کیف پولش گم کرد یا کلیدش گم کرد چیزا، میگن این سیگولا هست اگر این پاسوق بگه با اون برای بنیامین میتونه زودی اونا پیدا. بعضی میگن همینطور یه صدقه هم بده، بگه الهاد دمیر انینی، یعنی بزی خود را به مهر بده رویم بلانس، اینم کمک کنه که زودی اونا پیدا کنه. اوکی میخوایی کمی بیشتر بریم جلو تا آخر فصل. در آن وقت بود که ابیمیلخ و پیخور وزیر جنگش به ابراهام چنین گفتند: هرچی تو میکنی خداوند با توست، و اکنون برای من به خداوند قسم بخور که به من به فرزندان و به نوام دروغ نگویی و با من با این سرزمین که در آن اقامت گزیده‌ای آنچنان که با تو خوبی کردم عمل کنیم. ابراهام گفت قسم میخورم. ابراهام ابیمیلخ را به خاطر چاه آبی که غلامان ابیمیلخ به زور گرفته بودند سرزنش کرد. ابیمیلخ گفت اطلاع نداشتم این کار را چه کسی کرده، تو هم به من نگفتی و من هم که غیر از امروز نشنیدم. ابراهام گوسفندان و گاوانی برداشته به ابیمیلخ داد و هر دو پیمان بستند. ابراهام 7 ماده بره را از آن گوسفندان جدا کرد
و قرار داد. ابیمیلخ به ابراهام گفت این هفت بره جدا, جدا قرار دادی چیست؟ گفت برای این است که این هفت بره رو از دستم بگیری تا به عنوان شاهد باشد که این چاه را من حفظ کردم. از این لحاظ آن محل را برشبع خواند، زیرا اونجا هر دو سوگند داد کردند. در برشبع پیمان بستند. ابیمیلخ و پیخول وزیر جنگش برخواستند و به سرزمین پلشتیم مراجعت نمودند. در برشبع درخت خرس گز کشت و از اونجا را به نام قادر عالم نامید. ابراهام روزگار بسیاری را در سرزمین پلشتیم اقامت کرد. چرا یه سوال دارم بلد. چرا موضوع سارا هاگار الان رفت توی قسمت ابیمیلخ؟ خب من واسه تورا بعضی وقت یه موضوع رو برخا میکنه، یعنی دیگه آخر موضوع هاگار بود و اسماعیل که رفتن اینجا اونور بر نشستن تو میدبر پاران. حالا تورا برمیگرده به ابراهام که میگه ابراهام کجا بود گرار؟ قبلا گفتیم دیروز که ابراهام رفت گرار پیش ابیمیلخ بود. اینجا ابیمیلخ میاد به ابراهام میگه بیایم یه بریت، یه پیمان عهد ببندیم با هم که چی؟ که چون که عدید ابراهام خیلی مقدس و هاشمون رو دوست داره، میترسید شاید یه روزی ابراهام یا نسلش بیاد این زمین ازشون بگیره، باشون بجنگه. گفت تا چهار نسل، یعنی قول بده به من که تا چهار نسل هیچ کاری نمی‌کنی، نمیایین پیش من و این چیزا. ابراهام هم میگه اوکی قبول میکنم، اینا انجام میدم. میگن شاید ابراهام اشتباه کرد، خوب از اول از هاشم بپرسه، چون که هاشم آردی به ابراهام گفت که من این زمین رو به تو میدم. شاید هاشم می‌خواست که این زودتر به ابراهام بده، وای نسل تا چهار نسل. حالا anyways ابراهام فکر کرد این درسته، میخواد سول و صفا، گفت اوکی. گفت لینینی اول نخدی، نه خودم نه بچم نه نوم، یعنی ابیمیلخ گفت به ما حمله نکنی چیزا، همینطور که به تو کمک کردم، یعنی گذاشتم که تو کشور من زندگی کنی، تو هم به من خوبی کن. که اینا میگن اوکی، منم قسم میخورم. ابراهام گفت اینه که توی روز اول روشن هم میخونیم. بعدش ابراهام گفت چرا غلام های تو از آب من یا چاهای من که من دزدی کردن از من؟ ابیمیلخ گفت من که ندونستم این کار کسی این کار بکنه. anyways میگن ابراهام میگه یه هفت تا گوسفند میگیره با این مثلا یه نشوندنی یه بریته یه عهدیه، و به خاطر این هفتا که شوعه و اون قسم که میشه شوعه، شوعه و شوعه همونم به این جایی که اینا عهد درست میکنن به اسمش هم میذارن به ار شوعه، که تا امروز این به ار شوعه هست تو اسرائیل. و خیلی خیلی مدت زیاد ابراهام و اسحاق و یعقوب توی این بر شوعه زندگی میکردن، هی میرفتن از بر شوعه و حبرون و بر شوعه، از این بعض وقت اینجا بودن مثلا اونجا بودن، بین این دوتا شهر میرفتن back and forth. و بالاخره ابیمیلخ و پیخول سسرو برمیگردن جای خودشون و میگه ویتا اشل بیو ارشاو، ابراهام هم اونجایی که بود یک اشل. اشل چیه؟ میگه اشل یه درخته، ولی میگن یه درخت مخصوص. اولا اشل آلف میشه اخیلا، یعنی به مردم خوراک میداد. شین هم میشه شیتیا یعنی نوشیدنی. لامدم میشه یا لینا، یعنی میجاد داد جا میداد که بهشون که بخوابن اگر میخواستن بخوابن شب. لامدش همینطور میشه لوایا، که موقعی که مهمونا میرفتن ازش یه کمی باشون را میرفت و مثلا یه چیزی هم بهشون میداد که توی راهی که میرن خوب باشن. از اینجا یاد میگیریم که هر کسی که مهمون میاره خونش وقتی که مهمون میخواد بره یه کمی باش راه بره بیرون، میکشور کنه که اوکیه، همه چی داره و اون موقع بذار بره. میگن اگه کسی اون لامدش انجام نده فقط آلفوشین، آلفوشین میشه اش، یعنی خاص شلوم آتش، یعنی کسی که کمک نمیکنه وقتی داره میره بیرون میذاره بره تنها، خاص شلوم میتونه باعث آتش بشه. سو انیویز این نشون میده و ویقرا شام بشه مدونای الولا، میگن حخامیم ال تیغره و ایغرا الا و ایغری. اینجا با این درخت، یعنی با این مهمون نوازی که ابراهام میکرد به تمام دنیا، ابراهام اسم هاشم پر کرد توی دنیا، یعنی توی دهن مردم یاد داد که بگم هاشم. اینا همشون خیلی اکثر مردم بت‌پرست بودن، میومدن خونه ابراهام
میگفتن خیلی تشکر میکنم ابراهام، میگفت نه به من، به اونی که این از ازش خوردی تشکر کن. یعنی چی؟ از کی خوردیم؟ از هاشم. هاشم کیه؟ هاشم این صاحب دنیاست، دوران تو شش روز آفرید این چیزا. هی کم کم به همه دنیا یاد میداد هاشم کیه، یود که واو که، و اینجوری اسم هاشم رو توی دنیا پخش کرد. اشل درخت گز گفته ها، درخت گز گاز. حالا حالا آره شاید، ولی طبق خوراکی بوده ها، خوراکی بوده. خب آره شاید خوراکی بوده، و میگن طبق زهر این درخت هم معجزه آسا، یعنی با معجزه کار میکرد. میگن اگر اونی که میومد خونش آدم خوبی بود، این درخته مثلا شاخاشا دراز میکرد که میتونه خوب بشینه زیر این سایه اون چیزا. اگر آدم بدی بود و بت‌پرست، این مثلا شاخاشا جمع میشد. ابراهام اینجوری میفهمید که این کیه که بتونه کمکش کنه. میگن زیر یا نزدیک این درخت هم یه چشم آب بود که اگر این طرف خوب بود، یعنی تامه بود و خوب بود تشوبا کنه، و بعد میرفت میغوه توی این خودش هم میشست، میغوه میرفت توی این چشم آب که اینجوری طاهر میشد، و از اونم حتما آب میداد به مهموناش. anyways میبینیم که با وسیله حسد، با مهمون نوازی و کمک کردن، ابراهام تونست به ابراهام به مردا، زنان به زنا، که دنیا را نزدیک کنه به هاشم. ایشالا به زخوت ابراهام و سارا هاشم به هممون خوبی و خوشی بده. آمین. کنی راسون مرسی، تشکر میکنم برای ایلوی نشامای اشرت بت میخایل. مرسی.